درود بر هممیهنان به پا خواسته ام در آستانه 118 سال انقلاب مشروطه که پس فردا خواهد بود و سالگرد کودتای ننگین 28 مرداد و بالاخره سالگرد انقلاب ملی زن زندگی آزادی که 40 روز دیگه سال روز اون هست تقریبا. و بنابراین باید ما آماده باشیم برای رقم زدن تحولات ایران. اگر آماده نباشیم، این تحولات هست که بر ما تحمیل می شود. و اگر که خود ما تحولات رو رقم نزنیم، این حوادث و تحولات و دشمن هست که برای ما رقم خواهد زد. و لذا اگر که می بینید که فرمانده منعزل سپاه حسین سلامی اظهار نگرانی کرده از به زعم ایشون بازگشت اعتراضات و به زعم ما فوران انقلابی انقلاب ملی زن زندگی آزادی، موقعی که میبینیم مثلا مادر نیکا شاکرمی، خانم نسرین شاکرمی که به جای اینکه زانوی عزا در بغل گیرد، مردم رو دعوت میکنه به پایداری و نشان میده که ایران هنوز پر است از گردآفرینانی که در مقابل این فجایعی که رهبر منعزل تحمیل میکنه کمر خم نخواهند کرد و با قدی استوار مقاومت خواهند کرد. باید به وضع کشور یک نگاهی بیاندازیم. من خوندم در اخبار که یک دستفروش سلندجی که مقداری پیاز و سیب زمینی و اینا میخواست بفروشه، ماموران شهرداری حمله کردن، این پیاز و سیب زمینش رو ریختن تو خیابون. به یاد اون داستان بو عزیز افتادم در تونس که 11 سال پیش موقعی که شهر ماموران استانداری یا شهرداری به اوشون حمله کردند و یک سیلی فقط بهش زدن، انقدر غرور و غیرت داشت که نتوانست این حقارت رو تحمل کنه، بنابراین خودسوزی کرد و این خودسوزی به انقلاباتی کلید زد که تحت عنوان بهار عرب ده ها دولت را ساقط کرد. ولی ما میبینیم که این اتفاقا و بدتر از اون که در کشور ما افتاده، ما تکونی که لازم هست تو نخورده ایم. یعنی انقلاب میکنیم اما انقلاب نیمه تمام هست. انقلاب میکنیم اما بعداً از دستاوردهامون حراست نمی کنیم. لذا الان که در آستانه 118 سال فرمان مشروط هستیم، اگه خوب دقت کنیم میبینیم این فرمان هم و این انقلاب هم یک مولود ناقص الخلقه بود که شیخ فضل الله نوری در کمتر از یک سال با تعبیه هیئت تراز و چند تا آخوند تو مجلس برای کنترل مصوبات مجلس که اگر اونها رو موازین با موازین شهر مقایر ببینن، به گونه ای وتو میکردن که عنوان قانونیت پیدا نکنه طبق نص قانون اساسی. یعنی پس از این همه
هزینه ای که ملت ما، پدران و مادران ما کردن، 80 سال روشنفکران و آزادی خواهان ما زحمت کشیدن تا بالاخره به یک دستاوردی برسن، این دستاورد چون اینجوری شد؟ چرا؟ برای که ما کار ناقص میکنیم، کار ناتمام، کار نیمه تمام. بعدم از آنچه که انجام میدیم همون ناقصه رو هم دراست کافی نمی کنیم، لذا سر از نظام تک حزبی در میاریم. و الان شما دیدید که حالا مردم مظلوم بلوچ الان 40 و چندمین هفته پیاپی است که میان اعتراض میکنن، اما به تنهایی و رژیم منعزل و نامشروع خامنه ای هر روز هم تعدادی از اونها رو میگیره، بازداشت میکنه یا به قتل میرسونه، اعدام میکنه. شما میدانید که، و باز خبر شدیم که شهرداری و مقامات دولتی هم دارن خونه هاشون رو خراب میکنن. اگر که اینها مستظهر بودند به حمایت شما مردم ایران، آیا ماموران دولتی الان جرأت میکردن که برن خونه های اونها رو هم خراب کنن؟ و آیا ما تا کی باید به صورت جدا جدا جزیره جزیره مبارزه کنیم؟ مردم خوزستان به تنهایی مدت ها مبارزه کردند، اما چون تنها بودن به جایی نرسیدند. بعدن مردم اصفهان اینجوری کردند، اومدن یادتونه در بستر خشک رودخانه زاینده رو چادر زدند و با سازماندهی خودجوش مردمی، چه شکوهمند. اما یک ماه طول نکشید که اوباش رهبر غیرقانونی منعزل نامشروع حمله کردن ساعت 4 بعد نصف شب به چادرهای زنان و کودکان و داستان یزید و حمله اون به خیمه های یاران امام حسین رو زنده کردن. اونا هم به جای نرسیدن چون تنها بودن و حمایت همزمان بقیه مردم ایران رو به دست نیاوردن. بعدا معلم ها اومدن تو میدان، ولی معلم های ما هم که اومدن به شاید کمتر از 1% اومدن توی خیابان ها و 99% غائب بودن و هنوزم غائبن. و به هر حال امثال اینها و تهدیدهایی که الان میبینید، شما این گزمه ها، این داروغه ها میکنن. فرمانده نیروی انتظامی مازندران گفت که گردن بشکنید پاسخشم با من. رادان گفت که مبارزه در مورد حجاب خلاصه قطعی هست و بازگشت ناپذیره و هر کس هم متعرض ماموران دولتی بشه، کمترین نتیجهش گذشتن از روی جنازش هست. چرا این رو پیش بینی میکنه؟ برای که خودش میدونه متجاوز هست. نیروهای دولتی که میان تحت عنوان فاتی کماندو و ون و غیره و پاچه زنهای ما رو میگیرن، خودشون میدونن که خطر و تجاوز هستن و لذا میدونن که طبق قانون مردم ما حق دفاع مشروع دارن، که من امروز یک کمی اینها رو بیشتر توضیح حقوقی خواهم داد. و لذا اینا پیش بینی میکنن که در مقابل این برخورد با زنان، سایر زنها و سایر مردها بی تفاوت نخواهند نشست و متعرض این نیروهای تجاوزگر میشند. لذا پیشا پیش میگه هر کس متعرض نیروهای دولتی بشه، کمترین نتیجه اش گذشتن از جنازش هست. خب، به آخرین نوع این تهدیدها مربوط به قزنفر آبادی که قبلا رئیس دادگاه انقلاب تهران بود، یادتونه، حالا هم
رئیس کمیسیون قضایی مجلس هست که این لایحه به اصطلاح حجاب و عفاف رو که به زعم بنده یک بمب ساعتی هست رو در این کمیسیون تصویب کردن. خب شما میدانید و یعنی شمشیر از او بستن و رجزخانی میکنن تا شما رو بترسانن، برای که خودشون پیشبینیشون اینه که این تابستان شما بیکار نخواهید نشست و این انقلاب ملی زن زندگی آزادی که تا حدی به حاشیه رفته دوباره گویی که آتش فشانی است قرآن که دوباره فوران خواهد کرد و آتشش این حاکمان نامشروع قاصد و غیرقانونی رو می سوزاند. لذا تصمیم گرفتن که رجزخانی کنند، کوری بخونند و فکر میکنند که شما عقب نشینی میکنید. من چند تا موضوع حقوقیش رو برای شما میخوام عرض کنم که اولا این حجاب یعنی چی؟ ببینید ما برای که مسلمان شناخته بشیم کافی است که دو تا شهادت بدیم، شهادتین. ببین اصول دین پنج تاست ولی پنج تاش هم لازم نیست برای که شما مسلمان باشید. ما اگر که فقط به توحید یعنی وحدانیت خدا و نبوت یعنی پیامبری رسول اکرم رو بهش باور داشته باشیم ما مسلمانیم. حتی اگر که معاد رو هم قبول نداشته باشیم، صرف دو تا شهادت، دو تا باور، ایمان به دو اصل یعنی توحید و نبوت شما رو بنده رو به عنوان مسلمان معرفی میکنه. دیدید شما شنیدید که بارها که شهادتین و بقیهش مخلفات هست و حالا باز داریم که آنچه را که عقل حکم میکنه همون رو دین حکم میکنه، یعنی نباید بین عقل و دین اصلا تعارضی باشه و اگه تعارض باشه کدومش ارجحیت داره؟ مسلمان عقل از حضرت علی نقل هست که میگه خدایا آن که را عقل دادی چه ندادی و آن که را عقل ندادی چه دادی، یعنی همش تأکید بر عقلانیت هست. خب حالا ما میخوام ببینیم آیا این حجاب، اجبار حجاب، عقلانیه یا خرافاتی هست، غیر عقلانی هست. موقعی که شما به خود یک امر رو از این طریق مورد سنجش قرار بدید، کافیست که به عرف جامعه، به عقل عقلا، نه نوابغا، نه نابغا، نه فیلسوفان، عقل معمولی مردم دنیا مراجعه کنید. ببینید تو دنیا آیا روسری اجباری رو کار عقلی میدونن یا نمیدونن؟ کجای دنیا کسی رو مجبور میکنن که حجاب اجباری داشته باشن؟ حتی این کشورهای عربی، اینهایی که مدعی هستن که اسلام اصیل مال اوناست، خیلی روشنه که بنابراین موقعی که عقل حکم میکنه که آقا حجاب اجباری نیست، ولی اختیاریه، کسی میتونه بپوشه، کسی هم میتونه نپوشه. اون وقت حالا اصلا فرض کنیم که این یک حکم دینی هم باشه. شما که میدونید در دین ما بسیار از این مزخرفات رو آخوندا اضافه کردن. کافیست شما یک مراجعه کنید به الیت المتقین ببینید این مثلا آقای مجلسی چه مزخرفاتی به نام دین آورده. یک برنامه کامل سکسولوژی، فکر کنم فرویدم
انقدر وارد نبود که ایشون. و خب حالا اصلا فرض کنیم این حکم دینه، خوبه، و شما میخواید امر به معروف کنید، یا کسی که اون رو برمیداره اگر از نظر شما مکروه هست میخواید به اصطلاح نهی از یک منکری بکنید، مگر شرطش این نیست که شما باید با زبان خوش با پیش بینی این که اثر مثبت دارد یا نه، با پیش بینی این که برای خودت ضرری نباید داشته باشد، اینا مگه شرایطش نیست؟ خب به چه مجوزی با مردمی که نمیخوان زیر بار این مسئله غیر عقلایی برند برخورد کنید؟ با چه مجوزی؟ شما مگر که اصل نهم قانون اساسیتون رو نخوندید؟ خطاب من به این فاتی کماندوها و این ون و این مأمورینی هستن که مثل رادان و اینها برای مردم خط نشون میکشن. اصل نهم چی میگه؟ میگه آزادی، وحدت، تمامیت ارضی و استقلال کشور تفکیک ناپذیرند و کسی هم حق نداره به اونها کوچکترین خدشه‌ای وارد کنه. حفظ اون هم به عهده دولت و آحاد ملت است. آحاد ملت یعنی چی؟ یعنی تک تک مردم، یعنی 80 و چندین میلیون ایرانی. این هم یکی از مصادیق آزادی هست، آزادی که در دو خط بعدش همین اصل نهم میگه هیچ مقامی هم حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. اگر یک پدیده‌ای مصداق آزادی هست، آزادی که در صد اصل نهم قانون اساسی ذکر شده، اولش هم اتفاقا میگه آزادی، بعد وحدت و تمامیت ارضی و استقلال رو ذکر میکنه، برای حفظ این آزادی که هم وظیفه دولت هست و هم وظیفه تک تک این 80 و چند میلیون ایرانی هست، به چه مجوزی شما میخواهید بیاید جلوگیری کنید از این آزادی؟ مگر نمیگه هیچ مقامی، یعنی مجلس، یعنی دولت، یعنی رهبر، به فرضی که اینا قانونی باشن، و خودتون که میدونید همه اینا الان غیر قانونی هن. به فرض اینکه قانونی باشن، اینا که نمیتونن آزادی های مردم رو حتی اگر تحت عنوان حفظ تمامیت ارضی کشور و استقلال کشور باشه و حتی اگر از طریق وضع قوانین و مقررات باشه نمیتونه سر کنه. قوانین کی اسمش قانون هست؟ آیا الان که در کمیسیون قضایی مجلس این لایحه تصویب شده، این الان اسمش قانون هست؟ نیست که، میگن لایحه. بعد که مجلس هم اگه تصویر بکنه، مگر نباید بفرسته شورای نگهبان؟ و تا شورای نگهبان اون رو تأیید نکنه و تا در روزنامه رسمی کشور منتشر نشود، مگر از اعتبار قانونی برخورداره؟ نیست که، این که خیلی روشنه که. بنابراین اصل نهم موقعی میگه حتی از طریق قانون نمیتوان آزادی های مشروع مردم رو حتی به بهانه و به نام حفظ آزادی، حفظ استقلال کشور و تمامیت ارضی کشور سلب کرد. نه اینه که الان وسط را میگه، نه، موقعی هم که قانون شد، کمیسیون تصویب کرد، مجلس تصویب کرد، بعد فرستادن شورای نگهبان، اون هم تأیید کرد، بعد فرستادن برای رئیس جمهور برای ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد، اون لحظه دیگه اسمش قانونه. یعنی اصل نهم میگه اون موقع این قانون یک پشیزی ارزش نداره. یعنی چی؟ یعنی آقای رادان، تو نمیتونی بگی
من مأمورم و معذور، مجبورم برای این قانون، سر سوزنی ارزش نداره، نداره. اون وقت تو میای توی خیابان جلو مردم این گزمه ها رو میارید، این فاتی کماندو ها رو میارید که به زنان ایران که نمیخوان زیر بار این حجاب اجباری برن تعرض بشه. این اسمش یک خطر و تجاوز هست که در اصل که در ماده 156 و 157 قانون مجازات اسلامی اون رو بیان کرده، به مردم ما حق داده. من میخوام حالا اینا رو یک کمی برای مردممون و برای شما توضیح بدم و بدانید که مردم ما حق دفاع مشروع دارن، به شما حتما تعرض میکنن چون شما خطر و تجاوز تلقی میشوید. خب به شما حتما تعرض میکنن و شما حق ندارید با اونا مقابله کنید، برای که شما هستید که موجد این تجاوز و این خطر هستید. کاری نداره. ببینید الان متن قانون رو من میخونم برای مردم که متوجه بشیم که مسئله از چه قراره. میگه هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، ارض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری، فقط هم تن خود نیست، یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود. یعنی حتی آدم بکشم. ببینید، یعنی اگر مهسا امینی اون مأموری رو که ایشون رو به شهادت رسوند رو پیش دستی میکرد و میکشت، زهرا امینی نمیبایست مجازات بشه برای که دفاع مشروع کرده. خیلی خیلی روشن. و بنابراین مردم ما از این به بعد از آزادی هاشون دفاع میکنن. اینو بدونید شما. حالا این شرایط چیه؟ الف، رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. خیلی روشنه که ضرورت داره. تو موقع اومدی مردم رو تهدید میکنی، اصلا هم داری، ونت هم اونجا آماده است و موقعی هم تازه تو ون میبری باز اونجا هم شکنجه میکنی، بعد موقعی هم میبری توی نمیدونم اون چیه وزرا باز اونجا هم شکنجه میکنی. بنابراین مقابله با شما ضرورت داره. اینو مردم ما میدونن. ب، دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشه. خب ما نمونه های زیادی داریم که شما مردم رو اذیت کردید، شکنجه کردید، کشتید. خب عقلا میگن آقا حالا دیگه جلوگیری کنید. چند بار مگر انسان باید مثلا بی تفاوت باشه؟ و لذا دفاع مردم الان معقوله، متکی به خلاصه خوف و ترس عقلایی هست و بنابراین مردم ما در دفاعشون تردید نخواهند کرد. پ، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشه. نه، مردم ما میخوان آزادی خودشون رو اعمال کنن. پوشش یکی از بارزترین مصادیق آزادی هست، آزادی که اصل نهم به رسمیت شناخته. بنابراین مردم ما مقصر نیستن، شما هستید که دارید ایجاد خطر و تجاوز میکنید اگر بیایید. خب بنابراین این هم بند سوم. بند چهارمش هم اینه. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. خب هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به روزی که بگندد نمک. موقعی که خطر و تجاوز از ناحیه خود این نیروهای دولتی هست که باید بیان به کمک مردم برای دفع اون خطر و تجاوز،
خودشون متجاوزن تکلیف چیه؟ در ماده بعدی این تکلیف رو روشن کرده، میگه مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به ارض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است. شما حق ندارید تو خیابون بیاید برای این قضیه. بله، شما تو خیابون میتونید بیاید برای اینکه از دزدی جلوگیری کنید. میتونید بیاید از مواد مخدر، از قاچاق، از هر چیزی جلوگیری کنید. ولی حجاب جزء آزادی های مردم هست. شما حق ندارید بگید چه نوع حجابی بپوشید. به شما ربطی نداره. بنابراین حضور شما انجام وظیفه قانونی نیست. گفتم که قانون دیگه قانون نیست طبق اصل نهم. حتی اگر انتشار در روزنامه رسمی هم پیدا کرده باشه، باز هم به استناد اصل نهم قانون اساسی و ارزش و اعتبار قانونی نداره. بنابراین شما حق ندارید بگید که ما برای انجام وظیفه قانونی اومدیم. نخه، این میشه وظیفه غیر قانونی، این میشه تجاوز و خطر و در نتیجه مردم ما حق دفاع دارن. اما حالا یه نکته دیگر من باید اینجا توضیح بدم. دفاع از دیگری فقط هم خود فرد نیست. اگر که مردم ما ببینن یک گردآفرینی رو، یک گزمه، یک فاتی کماندو گرفته میخواد بندازه تو ون و ببره، وظیفه مردم چیه؟ وظیفه مردم اینه که با قاطعیت بیان ازش دفاع کنن. با قاطعیت. چجوری؟ کی میتونه دفاع کنه؟ این تبصره ماده 156 خیلی روشن گفته. گفته دفاع از نفس، ناموس، ارث، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده باشه. ببینید؟ باید بود برادر مثلا مهسا امینی هم از خواهرش دفاع میکرد. نمیدونم کرد یا نه. یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشه. قیمش هست. نمیدونم سرپرستش هست. معلمش هست. مسئول اون ادارهی که توش کار میکنه. اینا همشون مسئولیت دارن دفاع کنن. یا اینکه چی؟ یا ناتوان از دفاع بود. یا کسی هست آقا نمیتونه از خودش دفاع کنه. یا تقاضای کمک کنه، از خودش هم میتونه دفاع کنه ولی تقاضای کمک هم میکنه، باید رفت کمکش. یا حتی در شرایطی نیست که بتونه حتی استمداد کنه، تقاضای کمک کنه. میبینی گرفتنش، دختریست بیچاره ترسیده، الان دارن میبرنش. دیدی شما اون مادری که دخترش رو گرفته بودن و فریاد میزد میگه دختر من مریض نبرینش و ولش نکردن، یادتونه؟ هر کس اونجا بود وظیفه قانونی داشت که حمله کنه به اون نیرو و اون نیرو رو خونسا بکنه. اینا هست شرایطش. بنابراین مردم ما، حتی میخوام بگم یک کسی ممکنه از حقوق خودش نخواد دفاع کنه در مقابل یک خطر یا تجاوز، اما راجع به دیگری این آزادی عمل رو نداره، اون الزام داره که انجام بده. چرا؟ علاوه بر این تبصره ماده 156 قانون دیگه‌ای داریم به نام قانون مجازات عدم کمک به مصدوم و خطر جانی. موقعی که شما می‌بینید یک کسی الان در معرض یک خطر جانی هست، یک فاتی کمانده جنایتکاری می‌خواد یک دختر رو بگیره مثلا مهسا امینی به قتل برسونه، بندازتش تو ون و شکنجش کنه. خب اگر شما کمک نکنید تا یک سال حبس دارید، یعنی الزام دارید کمک کنی. من میخوام از اینا استفاده کنم و مردم عزیزمون رو دعوت کنم در آستانه این انقلاب مشروطه که پس فردا هست. من دفعه پیش تاریخ خودمون رو با تاریخ فرنگی اشتباه کرده بودم، عذرخواهی میکنم. به هر حال پس فردا سالگرد این هست که 118 سال پیش بالاخره تحت
فشار مردم و قیام مردم بالاخره حکومت تسلیم شد و مشروطه رو پذیرفت. منتها یک چیز ناقصی بود، ما نتونستیم ازش از دستاوردش حراست کنیم و گرفتار شدیم. حالا باید الان ما از این فرصت‌های ملیمون استفاده کنیم و با این قوانین غیر عادلانه مقابله بکنیم. ببینید اگر گاندی هم تسلیم قانون ناعادلانه شده بود که انقلاب هند به ثمر نمی‌رسید، که قانون بود از نمک مالیات بگیرن، از نمیدونم چی مالیات بگیرن. خب آقای مهاتما گاندی گفت آقا مالیات به کسی ندید. 400 کیلومتر با حضور میلیون ها هندی راهپیمایی کرد. 400 کیلومتر و قانون شکنی کرد. اگر در افریقای جنوبی نلسون ماندلا دستور نمیداد که قانون شکنی کنید، مخالفت با قوانین غیر عادلانه کنید، مگر رژیم آپارتاید از پا در می اومد؟ قانون ناعادلانه چیه؟ قانون ناعادلانه یا قانونی است که از بیخ و بن اون دولت، اون حکومت، اون مجلسی که اون رو وضع میکنه خودش غیر قانونیه. حتی این قانونش اگه وحی منزل باشه، موقعی که خودش غیر قانونیه اون قانون ناعادلانه هست. حتی اگه قانونی باشه که در جهت منافع مردم باشه اون قانون بازم باطله. یک این که واضعین اون قانون و اون مقررات خودشون نامشروع و غیر قانونی باشن. دو، موقعی که واضعین، حاکمان، دولت، مجلس، اونا قانونی هستن، اما یه قانون نامناسبی که حقوق طبیعی و آزادی های مشروع مردم رو محدود کنه یا سرد کنه، اون قانون هم یک سرسوزن ارزش نداره. این دو مورد یعنی یا واضعین غیر قانونی یا خود مقررات و قانونی که وضع می کنن مغایر حقوق طبیعی، حقوق بنیادین و یا آزادی های مشروع مردم باشه. در هر دو صورت این قانون، این مقررات نامشروع و لازم و نقض هست، یعنی مردم وظیفه دارن نقضش کنن. در مورد ایران هر دوش هست که شما مردم میدونید که هم خامنه ای با خیانت و تقلب رفته جایگاه رهبری شما رو غصب کرده، بعد یه شورای نگهبان نامشروع رو به شما تحمیل کرده که تازه اومده خودش هم با سوء استفاده از قدرت نامشروع خودش تفسیر کرده نظارت چه گفته، نظارت استصوابی هست و طبق اونم عمل کرده. خب بعد مجلس و رئیس جمهوری از این نظارت شکل گرفته. خب معلوم که همه اینا باطلن، برای اینکه ولایت خامنه ای باطل بوده از اولش، خودش هم که اقرار داره. بنابراین شما با یک حکومت نامشروع الان طرفین. مردم ایران موقعی که حکومت نامشروعه و موقعی که قانونش نامشروعه، شما آزادی عمل بی نهایت دارید برای مقابله با چنین حاکمانی، با چنین حکومتی که یه پخمه شیش کلاسی رو آوردن به عنوان رئیس جمهور. به شما نمیشه که بگیم منتخب، باید بگیم منصوب کردن، به شما تحمیل کردن. چرا؟ چرا زیر این بار را باید رفت؟ بنابراین من پیشنهادم این است که مردم ما آغاز کنن یک مبارزه جدی، مبارزه تحت عنوان مخالفت با قوانین غیر عادلانه، همون کاری که گاندی کرد، همون کاری که نلسون ماندلا کرد، همون کاری که خمینی کرد. آقا خمینی به چه مجوزی گفت که به حکومت نظامی اعتنا نکنید؟ یادتونه خمینی برای چی گفت؟ حکومت نظامی غیر قانونی نبود اون موقع، حکومت نظامی طبق مقررات روز قانونی بود.
خمینی به چه مجوزی باید بگه مردم نسبت به حکومت نظامی اعتنا نکنید و بیاد توی خیابون؟ اگه خمینی این حرف رو نزده بود اون انقلاب پیروزی به پیروزی میرسید. خیلی روشن. امروز ملت عزیز ایران ما راهی جز مخالفت با قوانین غیر عادلانه نداریم و ما باید دفاع مشروع کنیم. تأکید میکنم که ادامه بدیم این مبارزه با حجاب اجباری رو. ببینید الان مثلا استاد محترم مثل محسن رنانی چقدر زیبا داره برای شما توضیح میده. همین امروز دیدم من یک صحبتش رو گفت آقای رژیم اصلا دیگه امکان نجات نداره. من میخوام به داروغه ها، به گزمه ها، به نیروهای مسلح، به قضات هشدار بدم. فکر نکنید این رژیم میمونه و بعدن شما میگید المأمور و معذوران. خیر، از این خبرها نیست. شما الان دارید از دستورات غیرقانونی یک رهبر و نظام نامشروع و غیرقانونی تبعیت میکنید. فردا محاکمه خواهید شد، اینو بدونید شما. و میخوام عرض کنم به ملت عزیز که برنامه های مفصلی براتون داریم، همون چیزی که خودتون میخواد. اصلا ما چیزی ما نداریم که به شما عرض کنیم. آنچه که شما خودتون خواسته اید رو ما تدارک دیده ایم که در رأسش حل مشکلات اقتصادی کشور هست. از هم حالا ما یک گروهی از حقوقدان‌ها رو مأمور کرده ایم که قراردادها و روابط تجاری و مالی ایران با کشورهای مختلف رو تحت نظر بگیرند که هر کدوم چه خارجی چه خود ایرانی‌ها تخلف بکنن اسناد اون رو به هر حال آماده کنن برای تعقیب بعدی. بنابراین از هم حالا ما دست به کار شدیم. بعدم شما یک کشوری دارید سرشار از ثروت، طبق برآوردهایی 7%، 9%، 11% منابع جهان در ایرانه. حالا شما کمتریشو بگیرید. ایران 1% مساحت جهان و حدود 1% جمعیت جهان داره. اگر فرض کنید اون 7% درست باشه نه 11%، شما باید متوسط سطح زندگیتون 700% از متوسط جهانیش بالاتر و بهتر باشه. شما الان 80 میلیونتون گرفتار فقر فراگیر شدید به خاطر این خامنه ای خائن و سیاست های احمقانش. شما کاری نداره، اقتصاد ایران رو خیلی زود میشه نجات داد. ببین یکی از مشکلات ما چیه؟ مال این تحریم های بین المللیه. تحریم ها برای چیه؟ به خاطر سیاست تروریستی خامنه ای. خب قرار نیست که ما بعداً چیزی به نام سپاه قدس داشته باشیم، ما قرار نیست تروریسم باشیم. حتی تروریست بی ارزه، ببینید آقای پوتین تروریست اعزام کرده، چندین دولت در افریقا تونسته جا به جا بکنه، ولی ما فقط هزینه‌اش رو داریم میدیم، هیچ غلطی نتونستن بکنن. یک، بنابراین تحریم ها برداشته میشه. دو، از ارتش ملی ایران در آینده که متشکل از ادغام ارتش و سپاه خواهد بود حتما در از دخالتشون در اقتصاد کشور، تجارت کشور، فرهنگ کشور و خلاصه مسائل غیر نظامی قطعا جلوگیری خواهد شد. بعدش در کشور امنیت سرمایه گذاری نیست. الان هیچ که اصلا امنیت نداره که اموالش چه میشه. هر روزی ممکنه یه دادگاه از چلنو یا یکی از برادران قاچاقچی بره اموالش رو بگیره. ما در آینده امنیت سرمایه گذاری برقرار میکنیم و سرمایه های خارجی جذب کشور میشه برای شما. میخوایم این بودجه های عمومی شما که در اختیار حوزه های مذهبی و نمیدونم هیئت ها و اینا قرار میگیره، اینا رو قطعا قطع خواهیم کرد. پول های شما که میره تو جیب حسن نصرالله و حماس و غیره قطعا جلوگیری خواهد شد. خب با اون ظرفیتی که این کشور داره، اون وقت با این وجود اگر این برنامه رو اجرا کنیم، وقت شما در فقر و فلاکت به سر میبرید.
امروز این حکومت از معاویه یاد گرفته. معاویه دستور داده بود که ایرانی‌ها رو در مضیقه قرار بدید، گرسنه باشن، اینا موقعی که سیر باشن فیلشون یاد هندستون میکنه. خب این خامنه ای خائن این دقیقا داره عمل میکنه به این دستور و شما رو در گیر نان شبتون کرده. شما شایستگی بهترین زندگی ها رو دارید، دارید، مال من نیم، مال خودتون هست. شما مالک کشورید، منتها اموال شما، ثروت شما رو خامنه ای به یغما برده، به دیگران داده. الان هم خودش وضع کرده به پوتین. فردا اگر پوتین رو شکست دادن، شرکای جرمش رو هم محاکمه خواهند کرد و ایران رو محکوم میکنن به پرداخت خسارت به اوکراین. مردم ایران بدانید اینا رو و بجنبید، یک کاری بکنید، یک کاری بکنید. این فرصت ها رو بیش از این از دست ندید و آینده روشن، افقی کاملا روشن در پیش روی شما هست، مشروط به اینکه خودتون بخواید. ببینید هیچ جای دنیا بدون هزینه، بدون مبارزه نه به آزادی رسیدن، نه به مردم سالاری رسیدن، نه به عدالت رسیدن، نه به رعایت منزلت و کرامت انسانی رسیدن. خب اینا حق طبیعی شماست، اینها جز حقوق بنیادین شماست، ولی مبارزه میخواد. بسم الله، با استفاده از این شرایط آماده یک نبرد تمام عیار باشین که انشاءالله به زودی رقم خواهد خورد و این مبارزه شما به پیروزی قطعی خواهد رسید. من نمیدونم وقت دارم که یکی سه چهار خط به شعر که سرودم براتون بخونم یا نه. خب احتمالاً وقت باشه. هموطن باید که فکر این پریشانی کنیم، فکری بر ایران و بر احوال ایرانی کنیم. بعد از این بادوری باید از مساف فانتزی عزم میدان از برای رزم میدانی کنیم. از کلاب هاوس و تلگرام و توییت باید گذشت تا به تن رخت مساف از بحر قربانی کنیم. طالب آزادی و ارزانی و عدلی، مگر جان خود را اندر این ره باید ارزانی کنیم. خیش را باید مهیا بحر جنگی بی امان بر علیه شیخ نامرد خراسانی کنیم. پیش شرط هر تحول انهدام دولت است، حمله باید لاجرم بر رهبر جانی کنیم. اعتصاب ملی و بر ضد قانون حجاب، نقض هر قانون و هر دستور و فرمانی کنیم. هموطن چون گرد بر تن کرده رخت دیگری، حمله ما بر آن که پوشد رخت چوپانی کنیم. چون که با توحید و بعثت ما مسلمان گشته ایم، پس چرا باید که خود را همچو زندانی کنیم؟ گر که مجبوریم تا بر سر نماییم روسری، بهتران باشد که ما ترک مسلمانی کنیم. شعله چون باید که با هم متحد گردیم ما، تکیه با هم بعد از این با عهد انسانی کنیم. شما را به انسانیت سوگند می دهم، آماده بشید برای نجات ایران. به ایران بیاندیشیم. پیروز باشید. بدرود.